فصل بیستم. همین که سر و صداها خوابید، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در تمام آن نواحی میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگام که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریه‌ای و آرسترخوس و سکندوس تسالونیکی و قایوس دربایی و تیموتاووس و تیخیکوس و تروفیموس که از اهالی استان آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب 1 شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفسیر برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه‌ای که ما در آنجا جمع شده بودیم چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولس صحبت می‌کرد رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از طبقه 3 به زیر افتاد. وقتی او را برداشتن مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد و آنان آن جوان را زنده به خانه بردن و خاطر همه از این بابت کاملا راحت شد. ما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قبلا قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس به ما ملحق شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیتوس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از اتلاف وقت در استان آسیا جلوگیری شود، زیرا او اشتیاق بسیار داشت که در صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را فراخواند. وقتی آنها رسیدند با آنان گفت: شما می دانید که از اولین روزی که من به استان آسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشک‌ها و زحماتی که به وسیله دسیسه‌های یهودیان برای من پیش می‌آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می‌دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه‌هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمی‌دانم، جز اینکه روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع می‌سازد که حبس‌ها و سختی‌ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم
و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا، به پایان برسانم. و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم، اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم، کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان او است به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست ها زحمت کشیدم و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کردم. من عملا به شما نشان دادم که ما باید اینطور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردند و او را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین ساخت این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.